سلام دوباره بیننده برنامه پس از خبر به گونه زنده و مستقیم از آریونا نیوز هستن. بحث اصلاحات نظام انتخاباتی در این برنامه و اینجا در استودیو با من جناب آقای نعیم عیب‌زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا هستن. آقای عیب‌زاده خیلی خوش آمدین. تشکر. اگر با این پرسش آغاز بکنیم که اصلا برخورد و عملکرد در رویکرد تخنیکی با این بحث هم از آدرس نهادهای مدنی و هم از آدرس حکومت چگونه صورت گرفته که حالا خیلی پیچیدگی کلان در این مسئله پیش آمد؟ بسیار تشکر. سلام خدمت شما و همچنان بینندگان عزیز تلویزیون شما. متاسفانه در 6 ماه گذشته سوء استفاده از راهکارهای تخنیکی که به عنوان افزار برای رسیدن بر اهداف سیاسی بوده باعث شده که پروسه به چالش کشانده شد و به یک بنبست مواجه شد. و اگر تاکید بیشتر روی بخش های تخنیکی اصلاحات انتخاباتی صورت می گرفت، ما امروز می توانستیم شاهد اصلاحات برای انتخابات افغانستان باشیم و حداقل سرنوشت انتخابات پارلمانی هم مشخص می شد. شما ببینید، اگر شروع کنیم از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، فرمانی که صادر شد بسیار دیر صادر شد و در ضمن ترکیبی که در نظر گرفته شد از نقطه نظر تکنیکی و سیاسی مشکل داشته. و قبل از اینکه ما پیشنهادات برای اینا داده بودیم، در مدت 4 ماه طرحهای خود ارائه کردیم، ولی بازم تصمیم طوری بود که ترکیب اکثرا سیاسی باشه، وابسته به هر دو تیم باشه و در ضمن تجربه انتخاباتیشان یا تجربه تکنیکیشان در مورد انتخابات کمتر باشه بر اساس شناختی که ما داریم. حتی خود لایحه وظایفشان مشکلات داره نقطه نظر حقوقی. ماده 7 و بالاخره ماده 2 برش تاکید شده که باید اینا بی‌طرفانه به شکل مسلکی و دقیق کار کنن، ولی زمانی که ترکیب مقایسه میکنن با اون ماده این در تضاد قرار میگیره. بنان اشتباهات در مسائل تکنیکی انتخابات باعث میشه که پروسه را به بنبست مواجه کنه و پروسه را به چالش مواجه کنم. اگر ما این قسم ادامه بدیم، باز هم تکرار شده اشتباهات و که مسائل تکنیکی حساس کار اصلاحات انتخاباتی است نادیده بگیریم در پروسه، ما فکر نکنیم که ما بتونیم به هدف اصلی برسیم و ما فکر نکنیم که اصلاحات را ما روی شکار کنیم که ملت توقع داره و بتونه به اساس نیازمندی های پروسه باشه. آقای عیب‌زاده، آیا واقعا میشه که او هنجارهای تکنیکی که شامل یک سیستم میشه، نظام انتخاباتی یا سیستم انتخاباتی میشه، او را کشید و در یک دید سیاسی و یک برخورد سیاسی طور دیگه او را بدیل برش داد؟ آیا واقعا این بحث ممکن است؟ تلاش هایی که صورت میگیره، حالا تلاش ها بیشتر سیاسی تعبیر میشه، اما او طرف اصل ابزارها تکنیکی است. واقعا اگر این ابزارهای تکنیکی و هنجارهای تکنیکی دستبرد زده شود و طور دیگه سر جایش مونده شد، فکر نمیکنین که به اون سیستم باز نمیشه که انتخابات و سیستم انتخابات پیش بره، ماشین از کار میفته؟ همینجاست که ما نیاز به یک دید استراتژیک داریم و زمانی که سیاست میکنیم باید به فکر کنیم که در طول مدت با اینکه مسائل تغییر میکنه و بالاخره مسائل تکنیکی بیشتر میشه، چگونه میتونیم این قدرت را به دست بیاریم؟ هدف ما سیاسی نیسته. بس اینجا بس مشروعیت مطرح میشه. چرا انتخابات برگزار میشه؟ چون مشروعیت داده میشه برای یک نهاد انتخابی و برای افرادی که در نهاد کار میکنن، چی در شورای ولسوالی و ولایتی و شورای ملی و بالاخره در سطح کشور باشه. وقتی که بس اینجا مطرح میشه و این یک بدیل هست برای آینده ها، و ما هم به این باورمند هستیم که تا زمانی که ملت دخیل نباشه در تصمیم گیری ها، در حکومت داری ها، هیچ حکومت نمیتونه پاسخگوی نیازمندی های جامعه و کشور باشه. پس آیا واقعا متوقف ماندن ماشین انتخابات به نفع کسی است؟ هر کس به تلاش نفع خودش است در این بحث. متاسفانه این به بنبست کشاندن انتخابات و یا این که تا هنوز کار شاید باید آغاز نشده، به نفع هیچ یکی نیست بجز از به نفع دشمنایی که نمیخوان دموکراسی بهتر شکل بگیره، نمیخوان انتخابات جایگاه اصلی خود پیدا کنه و ملت بتونه در این کشور و در این نظام خود پیدا کنه. به نفع دشمنای کشور ما است
ولی به نفع سیاسی هم نیست، به نفع حتی جامعه جهانی نیست، به نفع کسایی که واقعا در این کشور زندگی میکنن به هیچ قیمتی به نفعشان تمام نمیشه. و یک نگرانی دیگه که من دارم، اگه قرار باشه این قسم وقت کشی صورت بگیره، هر روز شما میبینید که مشکلات بیشتر شده و مشکلات به حد زیاد شده که مدیریتش از توان رهبرای ملی در حکومت وحدت ملی ممکن بالا باشه. ایجاد کمیسیون ویژه اصلاحات نظام انتخاباتی رو شما یک گری تازه در بحران و جنجال انتخاباتی افغانستان میبینین و یا نه یک خلای بود که پر شده و باید یک کم بازنگری شده و میتونه که کارش آغاز بکنه؟ خب نیاز بود، چون انتخابات 2014 یا 93 مشکلاتش متفاوت بود، یک انتخابات نرمال نبود، بنان نیاز به بود که یک حرکت ویژه ایجاد شود تا ای که توجه بیشتر صورت بگیره به مسائل مختلف انتخابات و تا اینکه ما شاهد بهبود در پروسه انتخابات در برگزار انتخابات آینده افغانستان باشیم. همه توقع داشتن که کمیسیون میتونه یک مکانیزم کارا و موثر برای آوردن اصلاحات شاید باید در پروسه باشه. اما بعدا اینکه کمیسیون فرمان صادر شد، برای کمیسیون و ترکیب دیده شد و برخوردهایی که صورت گرفت، افرادی که در اوجا تعیین شده، لایحه وظایفش و صلاحیتایش که روش کار شده، این از نقطه نظر تکنیکی مشکلات بیشتر داره. ترکیب مشکل داره، لایحه وظایف مشکل داره، اراده که هنوز شکل نگرفته مشکل داره، تعبیر درست و دقیق از اصلاحات انتخاباتی هنوز وجود نداره از طرف رهبرای ملی، همه با کلمات کلیشه‌ای برخورد میکنن با اصلاحات. بنان با همش یک وضعیت خیلی دشوار خواهد بود که این کمیسیون بتونه موثریت خود برای آوردن اصلاحات شاید باید در پروسه انتخابات داشته باشه. فکر نمی‌کنید که لایحه وظایف این کمیسیون جنجال بیشتر کرده نسبت به ترکیب این کمیسیون؟ هر دو، هم لایحه وظایف مشکل داره، هم ترکیب مشکل داره. و خیلی جالب است که حالا حکومت وحدت ملی آغازش بوده در افغانستان، نگرانی ما هی است که در آینده ها تمام این مسائل تقسیم نشه بین دو رهبر و دو قدرت در افغانستان و بحث بیطرفی. اما در این حال این نگرانی هم میره که اگر بدور بمانه از سیاست این کمیسیون و از دو رهبر حکومت وحدت ملی، او زمان بازم موضوع را پیچیده میکنه. فکر نمیکنن اگر پای رهبران سیاسی هم در این کمیسیون گیر باشه اینم به نفع است؟ اما مشکل اساسی برمیگرده به لایحه وظایف این کمیسیون. اینا فقط یک موقف مشورت دهی دارن. اگر لایحه وظایف تغییر بخوره با این ترکیب فعلی میشه کار کرد؟ با قول شما پایشان درگیر باشه در این کمیسیون، ولی نه منافع حلقه سیاسیشان یا سلیقه هایشان در این کمیسیون، چون او زمان به ضرر پروسه تمام میشه. هی درست است که میتونه یک جنبه سیاسی باشه، هم سیاسی است هم تکنیکی است کمیسیون، اما نباید بحث تکنیکی کمیسیون قربانی بحث سیاسی شه و نباید بحث سیاسی قربانی بحث تکنیکی شه. ما باید اونمو توازنی که نیاز داریم ایجاد کنیم و حفظ کنیم در کمیسیون تا اینکه بتونه کارایی داشته باشه برای اصلاحات انتخاباتی. اینجا میخوام یک مسئله رو اشاره بکنم. در جریان انتخابات هم در همین پس از خبر ما شما بحثای زیاده داشتیم. او زمان هم مسئله قسم مطرح می شد که آیا مشکل از افراد است یا نه مشکل از بخشای از ساختار کار است. حالا هم اگر لایحه وظایف تغییر بخوره و یک چیز درست و حسابی به دست بیاید، فکر نمی کنین که با تغییر افراد مسئله خیلی نمیتونه که نگران کننده باشه؟ خب اگر سیستم درست باشه و مولایه وظایف درست باشه، هر نوع فرد که باشه خب بدون از گرایشات سیاسی نیست. اگر ما نهادهای فعال انتخاباتی رو در ترکیب این کمیسیون جا بتیم و لایحه وظایف این چون این یک لایحه وظایف باشه، خب اینا هم چیز نمیتونن. اگر لایحه وظایف تغییر بکنه و اعضای کمیسیون هرچند غیر تخصصی باشه، او زمان میشه به اندازه امیدواری داشت نسبت به اصلاحات. زمانی که ما در مورد گرایش ها صحبت میکنیم، یکی گرایش های مقطعی است، یکی گرایش های است که استراتژیک و به اساس یک ماموریت بزرگ طولانی است در کشور. افرادی که ما نمیگیم که هیچ کدام بی‌طرف نیستند یا اکثریت
بی‌طرف نیستن هستن، ولی برمیگرده که افراد در اوج جای میگرده که گرایشات مقعی داره به اساس یک برنامه یک حرکت کوتاه مدت، یا ای که به شکل استراتژیک با او حرکت است و او حرکت حمایت میکنه و تلاش صورت میگیره که هر تصمیمی که میگیره و هر کاری که میکنه به اساس منافع او حرکت باشه، بس از اینجا شروع میشه. اما ما با یک راهکارت نمیتونیم به جای برسیم. اول اینکه نیت وجود داشته باشه برای آوردن اصلاحات، تعبیر درست دقیق اصلاحات انتخاباتی مشخص شده باشه برای دور رهبر، ترکیب هم خیلی مهم است که باید مشخص شود، افراد در اوج جای بگیره. درست است که ما 100% بی‌طرف شاید نتونیم در اوج معرفی کنیم، اما حداقل افرادی که کجا گرایشات مقطعی داشته باشند، این بیشتر وابسته به برنامه استراتژیک دو تیم در حرکت انتخاباتی نباشند، افراد تغییر کنه، بس مسائل لایحه باید تغییر کنه، صلاحیتشان مشخص شود. وقتی که صلاحیت انتقال پیدا میکنه با امضای فرمان به این که نام صاحب صلاحیت هستند و صلاحیت از رئیس جمهور به اعضای کمیسیون انتقال پیدا میکنه، اما بازم نقش از اینا نقش یک مشورت دهی و نقشی است که اینا پیشنهادات خود ارائه میکنن، در حالی که این کار در 4 ماه گذشته ما انجام دادیم. کدمن پیشنهادات خود ارائه کردیم با شبکه یکسان و به شکل انفرادی تیفا تلاش کردیم که تمام پیشنهادات به هر دو تیم رأی شود. پس فرق بین کار ما و کاری که اینا میکنن در کمیسیون چی خواهد بود؟ یعنی نیاز است که تجدید نظر شود، نیاز است که یک دفعه بررسی شود. خب همین مسئله مهم است، تجدید نظر شود، اما در کدام مورد مشخص تر؟ با توجه به فضای سیاسی فعلی، این یک بحث ایدئال است که ما بگوییم که این کمیسیون باید برخورد حکومت نسبت به این کمیسیون غیر سیاسی باشه و این کمیسیون غیر سیاسی باشه. اما حالا که این کار شده و موضوع پیچیده شده، فکر میکنین بازنگری و تجدید نظر اگر در لایحه وظایف این کمیسیون باشه، او زمان نمیشه ضمانت بکنه شفافیت و نتایج کار را؟ خب تجدید نظر در افراد، یعنی در ترکیب، در لایحه وظایفشان و در برخوردهای سیاسی که صورت میگیره از آدرس دو رهبر در حکومت وحدت ملی و در حس همکاری بین کمیسیون و نهادهای تکنیکی به ویژه نهادهای ناظر و تیفا و بقیه نهادهایی که کار میکنن، ما فکر میکنم ما میتونیم نسبتا بهتر پیش بریم. ما نمیتونیم وضعیت حاکم نادیده بگیریم، ولی به او ادام نامید نمیباشیم، مشروط به اینکه اینی مسائل تجدید نظر شود، تغییرات ایجاد شود و این کمیسیون حداقل میتونه نسبتا بهتر کار کنه در مقایسه با آنچه که فعلا است و با ترکیبی که فعلا ارائه شده و با مشکلاتی که در لایحه و فرمان وجود دارد برای صلاحیت و برای کارکردهای کمیسیون. تاکید اصلی تیفا روی کدام مورد است اگر یکی از گزینه‌ها انتخاب شود؟ لایحه وظایف و یا نه ترکیب کمیسیون؟ خب ترکیب کمیسیون در اولیت قرار میگیره، چون افراد است که یک حرکت و یک روش عملی میکنه و افراد مطابق او میارهای او روش انتخاب نشده باشه، خیلی دشوار خواهد بود که روش بتونه جایگاه خود. اگر نقشه را معلوم باشه و نقشه کار واضح باشه، فکر میکنین که افراد بتونه دست ببره به این نقشه کار؟ و اگر نقشه کار نادرست باشه و افراد هم شایسته و متخصص باشه، فکر نمیکنین او زمان بس پیچیده تر خواهد بود؟ دلیلی که ما نگران سیاسی بودن کمیسیون هستیم، چون وقتی که 2 یا 3 حلقه سیاسی که افرادش در اوج جای داره و عضویت میگیره در کمیسیون، دیدگاه های متفاوت دارن و دیدگاه هایشان باعث میشه که مدیریت کارکرد کمیسیون و حتی کارکرد روزمره کمیسیون به چالش مواجه کنه. اما میشه که اینها نباشن؟ آیا این یک موضوع واقع بینانه است که از هر دو تیم سیاسی نباشه؟ خب اگر باشه هم در شرایط فعلی، ولی در اکثریت قرار نگیرن. پس اینجا جای نهادهای فعال انتخاباتی خالی است در ترکیب کمیسیون؟ متاسفانه اگر اکثریت نهادهای بی‌طرف و نهادهای کارا و تکنیکی قرار بگیره در کمیسیون، میتونه اینا بیشتر نفوذ داشته باشن برای تاکید روی مسائل تکنیکی انتخابات و افراد مربوط به هر دو تیم اینا میتونن در اقلیت قرار بگیرن. اون زمان ما میتونیم بیشتر امیدوار باشیم به اینکه تاکید بیشتر روی اصلاحات انتخاباتی صورت بگیره. اما یک نکته را میخوام اشاره کنم، همه ملت افغانستان میفهمد، تمام نهادهای دستن در کار در پروسه، حتی جناب رئیس جمهور و رئیس اجرا، هیچ چیزی پنهان نیست، میفهمند که مشکل در کجا بوده. ما 3 پیشنهاد کوتاه دارم، بدونی که کمیسیون اگه کار کنه نکنه، کمیسیون اگه کار کنه یک ذره مسلکی تر است که میتونه برای طویل مدت بیشتر کارا باشه، اما اگه کار نکنه اینا فکر میکنن که وقت بیشتر نره، 3 مورد سرش کار صورت بگیره، من مطمئن هستم که مورد پذیرش همه قرار میگیره.
یک مهمم نیست که کی کار رو بکنه. یک قانون و تشکیلات و صلاحیت های نهادهای انتخاباتی روش کار صورت بگیره. طرح وجود داره، کتبا ما برشون رأی کردیم. این جز مجلس کسی دیگه نمیتونه، تعدیلات مجلس باید وارد بکنه. دقیقاً کی کارم میتونه و مشکل حقوقی یعنی مانع حقوقی و مدید ما و تعبیری که از قانون اساسی داریم نداره. دقیق نداره در این مورد. دو سیستم انتخاباتی رای واحد غیر قابل انتقال است. میشه با سیستم مختلط و یک سیستم دیگه که کارا باشه تبدیل شه. این تغییر کنه. سه لیست رای دهندگان در قانون مشکل قانونی نداره. در قانون انتخابات ذکر شده که لیست رای دهنده تهیه شوه و رای دهندگان به محلات مشخص اینا تعیین شوند. یعنی ما مانع حقوقی نداریم، فقط نیاز به برنامه تکنیکی داریم که سه راهکرد میتونه به این مشکل نسبت رسیدگی کنه. راهکرد اولی تذکره الکترونیک ممکن وقت بیشتر بگیره، عزیز ما شاید 3 سال، ولی اگر اراده وجود داشته باشه، منابع بیشتر شود، نقطه نظر مدیریت امکان داره زودتر تذکره توزیع شه. ولی تا به برگزاری انتخابات میشه که تعداد از ولایت ها تحت پوشش قرار داده شه و میتونه یک نمونی خیلی خوب، یک آغاز خیلی خوب بر لیست باشه. تر دوم به لیست رای دهندگان میشه که کارت جدید توزیع شه ولی با کیفیت بالا و با در وضعیت قرار داریم که تر دوم میتونه عملی باشه. تر سوم اگر هیچ منابعی نداریم ترجیح میدیم که از تذکره های فعلی استفاده شود، تذکره های ورقی استفاده شود، بهتر از کارت هایی که کمیسیون داره فعلا هست. این سه تره میتونه بر تهیه لیست کمک کننده باشه. و در آخر زمان انتخابات چرا مشخص نمیکنن؟ مشکل در کجا است؟ چرا؟ چی مشکل ما؟ هیچ مشکل حقوقی، تکنیکی، سیاسی، هیچ مشکلی ما نمیبرم که زمان با تاریخ انداختن انتخابات پارلمانی مشخص نمیشه. این برای ما یک سوال بسیار بزرگه. اگر چه شفاهی صحبت شده که برای یک سال، اما چرا امی رسمی نمیشه که سرنوشت تمام نهادهای دستن در کار مشخص شه با ویژه ما که بتونیم برنامه‌ریزی های خود داشته باشیم برای نظارت بی‌طرفانه مسلکی و این کمک کننده برای شفافیت. با توجه به وقت باقی مونده برنامه، یکی از پیشنهادات تا نمیخوایم بیشتر روش مکس بکنیم، موضوع تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی. این بحث خیلی زمان زیاد میگذره که سوی مجلس نمایندگان مطرح شده و در کمیسیون عدلی و قضایی مجلس دست به دست میشه. آخرین صحبت های از این کمیسیون همیره میرسانه که این موضوع هم قربانی یا در گرو زدومند های شما را از این کمیسیون و از کمیسیون های انتخاباتی شده. در این مسئله فکر میکنون مشکل هستی در کجاست؟ باز همینجا سیاسی است و یا نه موضوع تکنیکی است؟ مشکل اصلی در اراده است، در اراده دو رهبر. تا زمانی که دو رهبر با هم تفاهم نکنن، نه پارلمان میتونه قانون تصویب کنه و نه کارهای دیگه میتونه صورت بگیره. از نقطه نظر حقوقی شما شاهد بودین که انجمن حقوقی یا حقوقدانان اینام گفتن که کار روی قانون تشکیلات و صلاحیت ها مانعی وجود نداره برش و تعبیری که از قانون اساسی کردن گفتن روی قانون انتخابات نمیتونن کار کنن. خود وکلا هم به باور هستن و نهادهای ناظر برای انتخابات هم به می باور هستند. هیچ مانع حقوقی ما کار روی قانون تشکیلات صلاحیت ها نمی بریم و ما پیشنهادات خود کتبا به کمیسیون عدلی قضایی رأی کردیم، جلسات متعدد خب داشتیم. خب چون این کمیسیون تحت تاثیر اعضای کمیسیون های انتخاباتی رفت؟ حالا سه بازیگری هست در این مورد که به یک نحو مانع ایجاد میکنه. اول دو بازیگر در داخل حکومت وحدت ملی که تعبیر درست از اصلاحات انتخاباتی وجود نداره و هنوز مطمئن نیستن که چه کاری باید صورت بگیره و اختلاف نظر وجود داره بینشان. البته در کلیات هنوز روی جزئیات نتونستن بحث کنن و تفاهم شه. بازیگر سیوم بیرون از حکومت وحدت ملی وجود داره که تلاش میشه که همی کمیسون با می وضعیت حفظ شوه و با می وضعیت انتخابات بتونه برگزار شه، انتخابات پارلمانی. چند هدف بسیار مشخص اینا برای خودشان دارن. همین سه بازیگر: داشتن اکثریت اعضا در پارلمان جدید، داشتن اکثریت در شورای ولسوالی که این بتونه کمک بزرگی برای لوی جرگ قانون اساسی کنه و هر کی اکثریت داشته باشه میشه مسائل تغییر کرد، اوج خورای گیری میشه و شاید تغییرات شده که به نفع این سه تیم مشخص یا حرکت سیاسی مشخص در نظر خب گرفته اگر جمع بندی بکنیم مشکل سراپا سیاسی است.
متاسفانه مشکل سرپا سیاسی است. جناب آقای نعیم ایوب‌زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا، تشکر از حضور شما. تشکر از همراهی شما، همچنان تا شب دیگر، خدا نگهدار.